دولت فرانسه در اقدامی جدید چند مسجد دیگر را تعطیل کرد این تعطیل کردن که پیش از این نیز صورت گرفته و در چند ماه اخیر افزایش یافته در پی تصویب قوانینی موسوم به مبارزه با جدایی طلبی و افراد گرایی در فرانسه رخ داده است همکار علی اکبری. گزارش می دهد جرارد دارمانین وزیر کشور فرانسه از تعطیلی شش مسجد و چند انجمن اسلامی در این کشور خبر داد وی مدعی شد که این مساجد و مراکز اسلامی مظنون به تبلیغات افراطی اسلام گرایانه هستند او در این باره به روزنامه لوفیگارو گفت یک سوم از 89 عبادتگاه مشکوک به رادیکالیسم که توسط سرویس های اطلاعاتی از نوامبر 2020 شناسایی شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند از مراکز مورد بررسی قرار گرفته در حال حاضر تعطیلی شش مورد انجام شده است هفته گذشته نیز دارمانین در توییتر خود اعلام کرد که علیه یک انتشارات اسلامی به اتهام فروش کتاب هایی که تاریخ اسلام تبلیغ میکنند اقدام کرده است و این مدعی شد که انتشارات نوا دارای یک خط تحریری است که در تضاد مستقیم با ارزش های غربی است و به آنچه او جهاد خواند مشروعیت می بخشد. اقدامات اخیر فرانسه بخشی از قانونی است که باعث شده دولت خیریه ها و بسیاری از مراکز اسلامی را به بهانه مبارزه با افراد گرایی تعطیل کند. در طول تاریخ فرانسه تا کنون چنین دخالتی توسط دولت سکولار این کشور در جوامع مذهبی یا مساجد سابقه نداشته است دولت غیر مذهبی فرانسه به شکل سنتی از دخالت در امور مذهبی خودداری می کند به نظر میرسد فرانسه که به بهانه آزادی بیان به سنی های تند رو فرصت رشد و تبلیغ داده و سپس به بهانه سرکوب تروریسم به عراق و سوریه لشکر کشید و همکنون در حال ایجاد فشارهای حداکثری بر روی هر گروهی از مسلمانان به اشکال مختلف است